سلام دوستان، بهنام هستم با جلسه دیگر از آموزش رایگان گیتار کلاسیک در کانال شناسنامه ترم. دوستان، در این جلسه ما میخواییم نوت های پوزیشن های سیم 4، 5 و 6 رو بهتون بگیم. جلسه قبل 1 و 2 و 3 رو بهتون گفتیم با نوتاشون و تمرینی که بهتون دادم، و این جلسه میخواییم نوت های سیم بیس گیتار یا 4، 5 و 6 رو بهتون بگیم که همه رو بدونیم که وارد اجرای گام ها بشیم. سیم 4 که صدای ری میداد، تو جلسات قبلی ما توضیح دادیم قشنگ در موردیم و دیگه من توضیح نمیدم در این باره، و در مورد نوتای بعدی من توضیح میدم، نوتای جدیدی که ما قرار اجرا کنیم. سیم ری و نوت بعدی که ما میگیریم روی سیم ری در اولین نوتایی که من بهتون آموزش میدم، با انگشت دوم و فعلا ما بارسش دی از بمول یا فلت شارپ نشدیم، فعلا فقط گام های اورجینال رو، من گام اورجینال دو ماژور رو بهتون دارم میگم و نوت های اصلی رو دارم بهتون میگم. پس نوت ره، نوت اجرایی که ما داریم، پوزیشن دوم گیتار با انگشت دوم که با ضربه آپیاندور میشین شما اجرا کنی یا ضربه تیراندو به این صورت و آپیاندو، زیاد تفاوتی نداره، برای تمرین میتونی هر دو تمرین رو انجام بدی. اولی که میخوام بهتون آموزش بدم، روی این انگشت دو روی پوزیسیون دوم قرار میگیره و دوم سیم 4 که صدای می میده و محل قرارگیری اون روی خط اول خطوط حامل هستش و صدای می. و نوت بعدی که میگیرم با انگشت 3 میگیرم این بار، پوزیشن سوم گیتار رو که این نوت فا هست که محل قرارگیریش توی خطوط حامل بین خط 1 و 2 هستش. پس نوت اول ما بود آزاد ری، نوت بعدی که با انگشت 2 میشه نوت می، و نوت بعدی که با انگشت 3 و پوزیشن 3 میشه نوت فا. برای سیم 5 به همین شکل از همین دو انگشت استفاده میکنیم. نوت اول ما که نوت آزاد لا بود و نوت و جاش هم روی خطوط کمکی بود، توضیح کامل دادیم تو جلسات قبل، اگه نمیدونیم به جلسات قبلی از نکنیم مراجعه کنیم. نوت لا بود که با انگشت 2، حالا آزادش لا میشه، حالا من با انگشت 2 اگه روی پوزیشن دوم رو بگیرم، سیم 5 رو روی پوزیشن دوم بگیرم، به من صدای سی میده و این صدا هستش. محل قرارگیریش هم روی زیر خط اول، زیر خط کمکی هستش. سه تا اگه خیلی خطوط کمکی ما اگر رسم کنیم از پایین به بالا اگه بخوایم شمارش کنیم میشه خط 3، زیر اون قرار بگیریم میشه نوت سی. و نوت بعدی ما که با انگشت 3 من این نوت رو میگیرم، صدای 2 میده که محل قرارگیریش هم روی همون خطوط کمکی که از بالا از پایین به بالا بشمارم میشه روی خط 3 خطوط کمکی که روی اون قرار میگیره و صدای نوت 2 هستش. و سیم 6 گیتار میشه می که محل قرارگیریش هم زیر خط اول خطوط کمکی هستش. نوت بعدی که ما میگیریم مثل سیم اول نوت صدای فا میده که با انگشت 1 میگیرم، صدای فا میده، و نوت بعدی که روی سیم میگیرم یک فاصله میدم با انگشت 3 رو پوزیشن 3 سیم 6 که با انگشت 3 میگیرم، صدای سول میده، محل قرارگیریش هم زیر خط 2 خطوط کمکی از پایین به بالا شما شد.
پس چیزی که حالا ما تو درس‌های قبلی یاد گرفتیم، از سیم یک یاد گرفتیم، گفتیم می فا سول سی دو ره لا سول لا می، اینا رو جدید یاد گرفتیم، می ره می فا لا سی دو می فا سول. پس حالا ما از پایین به بالا یک دور اجرا میکنیم، میشه پایین اجرا کردیم و یک بار از پایین به بالا. این تمرین رو شما انجام بدین، بارها انجام بدین که دستتون و گوشتون با این صداها آشنا بشه. یک دور ما اینو از پایین به بالا اجرا میکنیم و از بالا به پایین و از پایین به بالا میشه. تمرین رو شما انجام بدین که دستتون روون بشه روی فرت بورد، بتونین اجرای قطعاتی که ما میخوام بهتون بدیم و بتونین راحت اجرا کنین. پس تا هفته بعد این تمرین رو داشته باشین. باز ما جلوتر میریم، یک گام بهتون یاد میدیم و در مورد بحث آکوردها با تون صحبت میکنیم. پس تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که کانال ما رو حمایت کنید و به دوستاتون معرفی کنید این کانال رو، که بذارین این کلاس ها ادامه پیدا کنه و ما هم بتونیم مطمئن شیم که این کلاس ها داره برای دوستان عزیزمون، چون به رایگان هستش و هیچ هزینه‌ای براتون نداره، کلاس ها ادامه پیدا کنه و ما هم واسه ما هم انگیزه باشه. خیلی ممنونم. تا جلسات بعد، خدا نگهدار.